روایت های زنان ایرانی از تجربه های تلخ آزار جنسی. آیا صدای اعتراض آنها از فضای مجازی فراتر می رود؟ از یک فعال حقوق زنان و یک جامعه شناس می پرسیم این جنبش گذراست یا ماندگار و آیا فراگیر می شود؟ در ادامه برنامه امشب سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران. شرط ایران برای بازرسی از دو محل مناقشه برانگیز بستن پرونده فعالیت‌های گذشته است. ادامه سقوط شاخص بورس تهران بعد از صعود 600 درصدی. چرا ارزش سهام آنقدر بالا رفت و دلیل پایین آمدنش چیست؟ و از برج ترامپ تا کاخ سفید، فراز و فرودهای زندگی رئیس جمهوری جنجالی آمریکا. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. زنی که در یک قرار کاری مورد تعرض قرار میگیرد، زنی که میگوید در شرابش داروی خواب‌آور ریختند و به او تجاوز کردند، زن دیگری که میگوید معلمش به او تعرض کرده. این روزها خیلی از زنان ایرانی از تجارب تلخی میگویند، از اینکه در سکوت و خفا بی پناه در برابر عرف و قانون سالها محکوم به خاموشی بودند. بسیار از روایت‌های امروز زنان ایرانی یادآور جنبشی است که چند سال پیش با نام جنبش میتو یا من هم به صدای قربانیان آزار جنسی در غرب بدل شد. جنبشی که در غرب منجر به تغییرات حقوقی و پیگردهای قانونی شد. سوال اینجاست که آیا صدای اعتراض امروز زنان ایرانی از تجاوز و تعرض از شبکه‌های اجتماعی فراتر می‌رود؟ آیا نظام قضایی مردسالار ایران صدای این فجایع را می‌شنود؟ آیا جامعه ایران میپذیرد که وقتی زنی میگوید نه یعنی نه؟ بیشتر به این موضوعات میپردازیم. اول گزارشی ببینیم از مریم افشنگ. صدها روایت تکان دهنده از آزار جنسی، تعرض و تجاوز در ایران. توییت ها و روایت ها با هشتگ هایی که میبینید نشان میدهد زنان هیچ جا در امان نبوده و نیستند. در خانه توسط نزدیکترین اعضای خانواده، حتی پدر، در خیابان، در محل کار، در خانه دوستان نزدیک مورد تجاوز و تعرض و آزار جنسی قرار گرفتند. در میان روایت‌ها نام چهره‌های شناخته شده هنری، سینمایی، تلویزیونی و ورزشی و حتی معلمان مدرسه هم دیده می‌شود. بلند کردن صدا و از تجاوز گفتن برای زنان در ایران با شمشیری دو لبه مواجه است. یک لبه آن قوانینی که از زنان حمایت نمی کند و لبه دیگر فرهنگی مردسالار در جامعه که انگشت اتهام اکثرا رو به فرد آزار دیده است. چرا به مرد متجاوز نزدیک شده؟ چرا به خانهش رفته؟ چرا لباس مناسب تنش نبوده؟ چرا سالها سکوت کرده و چیزی نگفته؟ و صدها چرای دیگر؟ البته اعتراض به تجاوز و آزار جنسی مختص ایران نیست. سالهاست که بسیاری از زنان در اکثر کشورهای دنیا سکوت را شکسته و روایتهایی تکان دهنده ارائه کردند. حدود 3 سال پیش جنبشی جهانی به نام میتو به راه افتاد. یکی از خبرسازترین اتفاقات در حوزه زنان. داستان از اخبار مربوط به آزار و اذیت جنسی هاروی واینستین، غول سینمای هالیوود شروع شد. این تصویر خندان زنانی است که راه دراز و پرپیچ و خمی را پیمودند تا توانستند یکی از قدرتمندترین تهیه کننده های هالیوود را محکوم کنند. هاروی واینستین به جرم تجاوز و آزار جنسی به 23 سال زندان محکوم شد. جنبش میتو بهانه شد تا بسیاری از زنان در بعضی از کشورهای دنیا بگویند که دیگر سکوت نخواهند کرد. جنبشی که به فضای مجازی ختم نشد و حتی به خیابانهای بسیاری از شهرهای دنیا هم رسید. اینجا در شیلی زنان میگویند تقصیر من نیست که کجا بودم و چه پوشیدم. متجاوز تویی. در ایران زنانی که این روزها سکوت خود را شکسته و از روایت‌های تجاوز و آزار جنسی می‌گویند، زخم‌های کهنه‌ای را باز می‌کنند که سال‌ها از برملا کردنش وحشت داشتند. هرچقدر زنان جرأت به خرج داده و از رنج‌هایشان گفتند، تا این لحظه هیچ مقام قضایی و یا دولتی در امور زنان حرفی از رسیدگی به این پرونده‌ها نزده، سکوتی که حاشیه امنی شده برای متجاوزان. مریم افشنگ بود.
مریم فومنی روزنامه‌نگار و پژوهشگر حوزه زنان از لندن با ماست برای گفتگوی بیشتر در این زمینه و احمد بخارایی جامعه شناس از تهران. خوش آمدید به برنامه. خانم فومنی با شما شروع بکنیم. فکر میکنید که چقدر این حرکت اعتراضی در فضای مجازی ممکنه به تغییر معناداری منجر بشه؟ سلام عرض میکنم خدمت شما. ببینید این که چقدر به تغییر معناداری منجر بشه نمیشه گفتش که توی کوتاه مدت چه اتفاقی میفته، برای اینکه این مسئله موزل خیلی بزرگی هستش، فراگیر هستش و سابقه هم که داره سابقه طولانی هست. ولی اینکه زنها شروع کردن به صحبت کردن در این رابطه و اینطور آشکار، حالا برخی با نام مستعار و برخی با نام واقعی خودشون دارن از این تجارب می نویسن، به نظر من مهمترین تأثیری که میتونه داشته باشه اینه که جامعه رو حساس میکنه به رنجی که زنها از آزار جنسی میبرن. من امیدوار هستم که بهترین اتفاقی که نتیجه این بیان کردن تجربه ها از آزار جنسی باشه این باشه که هم مردان و هم زنان یک بار دیگه دقیق بشن که اصلا معنای آزار جنسی چی هستش و خودشون رو بخوان آموزش بدن. طبیعتا من نمیخوام بار این آموزش رو روی دوش زنها بگذارم و بگم که زنها باید مردها رو آموزش بدن که بدونن اصلا آزار جنسی چی هست، چون توی این دوره با چند تا کلیک هر کسی میتونه معنای این رو بفهمه. ولی وقتی که زنها با جزئیات روایت میکنن این تجربه رو، تأثیری که داره این هستش که دیگه از تئوری میادش به بیان احساسات. و توی همین چند روز هم دیدیم که کسانی گفتن با زنهایی که آزار جنسیشون دادن تماس گرفتن و گفتن و معذرت خواهی کردن و گفتن که اون زمان متوجه نبودن که چه آزاری داره متحمل میشه یا قصد آزار ندارن. به نظر من این آموزش دادن جامعه یکی از نتایج مهمش هستش. و یک چیز دیگه ای که من امیدوارم از جمله نتایج این گفتن از تجارب آزار جنسی باشه این باشه که اطرافیان هم، حالا از خانواده گرفته تا نهادهایی که میتونن توی جامعه باشن، بدونن که چقدر مهمه که برای این زنها یک فضای امن درست بکنن. برای اینکه بیشتر مواقع ما میدونیم که زنها نمیتونن راجع به اینها حرف بزنن، که حالا اگه فرصت بشه میشه بیشتر راجع به این برمیگردیم به شما خانم فومنی. آقای بخارایی، خانم فومنی میفرمایند که احتمالاً یک تغییر اجتماعی ممکنه ایجاد بکنه این حرکت. فکر میکنید که راهی وجود داره که این تغییر اجتماعی منجر به تغییر حقوقی و قضایی بشه؟ اصلا آیا جامعه میتونه این فشار رو به حاکمیت بیاره که تغییرات حقوقی بده؟ من ابتدا سلام میکنم به شما و همه بینندگانتون و تشکر میکنم که در برنامه‌تون به صداهای خاموش میپردازید و برد میکنید. ببینید، بحث آزار جنسی در ایران یه موضوع شاید فراجنسی است و گسترده هست، به این معنا که آزار جنسی فقط شامل دختران و زنان نمیشه. در مواردی هست که شامل آزار جنسی مرد توسط مرد در زندان، کودکان کار و قصه خاصا موارد عدیده میشه. اینکه اشاره کردم به آزار فراجنسی، میخواستم این نتیجه رو بگیرم که یک مقدار به عمق و گستردگی توجه بکنیم و فراتر از اون من میخوام از جنبه عینی هم فراتر برم. گاهی اوقات ما احساس میکنیم که در یک جامعه ای که کم و بیش ایدئولوژیک هست، اون تعرض ذهنی هم صورت میگیره، به این معنا که فرد مختار نیست آنچنان که باید و شاید ذهنش از خلاقیت برخوردار بشه. میخوام تعرض رو از جنبه ذهنی شروع بکنم، به جنبه عینی گسترش بدم و عینی رو از متن و سپس بزن. حالا در این کانتکست و متن وسیع این سوال شما پاسخهای متفاوتی پیدا میکنه. ببینید، در یک جامعه ای که روابط به صورت معقول و معنادار جریان داره، وقتی یک موضوعی در شبکه‌های مجازی مطرح میشه، در بستر منطقه خودش میقلته و به جامعه وارد میشه و اونجایی که باید مورد طرح و بحث و ارزیابی قرار میگیره. حالا اگر در سطح میانه نگاه بکنیم، اونجا میشه یک سازمان، فرض کنه ساختار حقوقی میشه، در اونجا میاد حقوق اصلاح میشه. یعنی اون نگاهی که بحث اینکوالیتی هست، نابرابری بین زن و مرد، در اونجا کم و بیش تلاش میشه که به برابری قطع میشه. اما اگر نابرابری جنسیتی یک مقدار نزدیک بشه به ستمگری جنسیتی که ریشه در فرهنگ و تاریخ داره،
در اینجا دیگه پاسخ سوال شما اینگونه نخواهد بود که صرفا در شبکه‌های مجازی و با طرح این موضوع به دایره حقوقی هم کشانده می شود و برابری زن و مرد بیش از گذشته امکان تحقق وجود داره. می خواهم این رو بگم که ما با یک سری موانع تاریخی و فرهنگی مواجه هستیم که نابرابری رو گسترش میده، عمیق میکنه و به ستمگری میانجامه. حالا این جنبه هایی که شما نقل کردید در گزارش اولیتون جنبه های آشکاره، ما شاید صدها برابر این جنبه های پنهان بخاری فکر کنم فعلا به جنبه های آشکار بپردازیم، برای اینکه اینقدر خود مسئله جنبه های آشکار گسترده و تکان دهنده است که اگر که بتونیم این پرونده الان در این بحث به همین جنبه های آشکار بپردازیم ممنون میشم. خانم فومنی، یکی از بحث هایی که مطرح میشه بحث معادلات قدرته و شباهت هایی که فرزند در هالیوود و هاروی واینستین میبینین و روایاتی که زنان ایرانی دارن مطرح میکنند، افراد شناخته شده، افراد سرشناسی که احساس میکنن به علت شهرت و جایگاه اجتماعی که دارن اجازه دارن که تعرض جنسی بکنند. این چه عقبه حقوقی و قانونی داره؟ چی باعث میشه که یک مردی در اون جایگاه احساس این رو بکنه که میتونه تعرض بکنه؟ ببینید، همونطور که گفتید این مسئله فقط مختص ایران نیست و جاهای دیگه هم مردایی که دستی در قدرت دارن فکر میکنن که این اجازه رو دارن برای اینکه قدرت دارن. ولی چیزی که خیلی مهم هستش که ما روش کار بکنیم اینه که بعد از اینکه آزار جنسی و به خصوص تجاوز اتفاق افتاد، این آدم ها بدونن که حاشیه امنی نخواهند داشت، بدونن که زنانی که آزار دیدن ساکت نخواهند موند و کسانی هستند که از این زنان حمایت میکنن. اینجا هستش که من گفتم که گفتن این روایت ها خیلی میتونه مفید باشه، برای اینکه حالا از خانواده گرفته، ما میدونیم که خیلی از کسانی که حتی بهشون تجاوز میشه نه فقط آزار جنسی، هیچ وقت نمیتونن توی خانواده این را بیان بکنن، برای اینکه مطمئن نیستن که سرزنش نشن، مطمئن نیستن که حمایت بشن، و یا اگر که مثلا این تجاوز در بین افراد خود فامیل باشه، و ما میدونیم که توی ایران زنای محارم یعنی تجاوز از طرف افراد خانواده جرمش اعدام، مجازاتش اعدام هستش، خب خیلی هم ممکنه که با اینکه تجاوز خیلی دردناکه ولی نخوان که متجاوز اعدام بشه، ولی اون حمایت میتونه که اون حاشیه امن رو از این مردان قدرتمند بگیره، حالا چه در سطح خانواده، چه در سطح فضاهای آموزشی، و چه بزرگتر از اون در سطح حالا افرادی که سلبریتی محسوب میشن، دستی در قدرت، سیاست، هنر دارن. و اینجاست که این نوشتن ها من امیدوار هستم که بتونه این فضا رو فراهم کنه، چون ما میدونیم که صحبت کردن از این ماجرا خود آسون نیستش، میدونیم که بعضی از این زن ها سال ها تا گاهی دهه ها طول میکشه تا بتونن راجع به این حرف بزنن، و اگر اون موقع هم این حمایت نباشه، زنان دیگری که در معرض این آزارها هستن و ما میدونیم که این آزارها به این زودی متوقف نمیشه، اونها هم جرأت خودشون رو برای صحبت کردن از دست خواهند داد. آقای بخاری، خانم فومنی اشاره کردن به آزار جنسی و تجاوز جنسی. در روزهای گذشته بسیاری از متفکران توضیح دادند که کسی که مورد تجاوز جنسی قرار میگیره چه اقدامات حقوقی میکنه. مسئله اینجاست که در بسیاری از این مواقع تجاوز جنسی صورت نگرفته، آزار یا تعرض جنسیه، چیزی که اصلا در قانون شاید تعریف نشده باشه در ایران. در این خلأ قانونی فکر میکنید که افرادی که مورد تعرض قرار گرفتن چه کار میتونن بکنن؟ ببینید، اون کاری که صورت داره میگیره همون کاری است که میشود انجام شود، یعنی ما تعیین نمیکنه چه کاری میتوانند بکنن. فردی که با بنبست مواجه میشه برای اینکه از اون بنبست رها بشه، طبیعتاً دست به اقدام میزنه و در شرایط کنونی همین اتفاق که داره در توییتر میفته این چیزی است که امکان وقوع داشته. اما مهمتر این است که آیا در گذر از این مرحله برای اینکه تبدیل بشه به یک حرکت اثرگذار، صرفاً هیجانی و گذرا نباشه، این موضوع مهمی است که همه باید بهش فکر بکنیم، یعنی اون چیزی که میتونه تبدیل به یک جنبش بشه. ببینید، من میشنوم این روزها گفته میشود که مثلا قربانی رو سرزنش نکنیم، توصیه. ببینید، این توصیه ها تا یه حدی در بعضی از ساختارها قابل شنیدن و قابل اجراست. بهشون جرأت بدیم، جسارت بدیم، بگن، بولد بشن، نترسن، اینها خوبه، در سطح خود خوبه، من متعرض این نمیشم. اما میخوام توجه شما و عزیزان بیننده رو به این
جلب بکنم که ما هر پدیده اجتماعی رو، هر پدیده، هر جمله آزار جنسی رو در سه سطح خرد، میانه و کلان باید بهش توجه بکنیم. راهکارها، علتهاش و نهایتاً مسیری که خواهد پیدا. اون چیزی که در ابتدا عرض کردم که گفته می شود که قربانی سرزنش نشود، جسارت داده بشود، اطرافیان کمک بکنن، آموزش ببینن، همه اینا درست، این در سطح خرد. در سطح میانه بحث ساختار حقوقی است که اشاره می شود چقدر اشکال هست و اون برابری اونطوری که باید و شاید محقق نمیشه. اما اون چیزی که به نظر من از دید جامعه شناسی کلان نگر عرض میکنم مهم هست، باید بهش توجه بشه، بحث ساختارها هست. ببینید الان یک حرکتی آغاز شده، مثل خیلی حرکت هایی که در فضای مجازی آغاز میشه. حالا این حرکت چگونه میشه به یک جنبش ختم بشه، جنبه عینی و اثرگذار پیدا بکنه؟ برمیگردی به اینکه چه تعریفی ما از جنبش اجتماعی داریم. وقت وارد یه بحثی میشیم و من خلاصه میگم چون این بحث ها مفصله، چیزی نیست که در عرض چند دقیقه بشه گذرا بهش پرداخت. ببینید در یک جنبش اجتماعی هویت جنبش مهمه. هویت جنبش و سخنگو و پیش قراولش تعیین میکنه. در حال حاضر پیش قراول و سخنگویی این حرکت در ایران نداره، پراکنده است، پس دیر به جنبش تبدیل میشه. موضوع دوم این که اصلا موضوع مبارزه چیه در اون جنبش. الان ما بحث ارزش ها رو داریم در این قضیه آزار جنسی. آیا کسانی که آزار جنسی میبینن و اون کسانی که آزار میدهن متوجه هستن که اصلا در چارچوب ارزش ها دارن حرکت میکنن؟ یعنی یک نوع ارزش ستیزی باید اتفاق بیفته تا اینکه این آزار جنسی هم منتفی بشه. اینکه ابتدا اشاره کردم یک به اصطلاح فشار تاریخی و فشار فرهنگی و فشار ایدئولوژیک بر ذهن و روح و روان و رفتار در قالب الگوهای رفتاری به ما وارد میشه، این خودش در این بخش دوم جنبش نشون میده. و سوم وقت چشمانداز هست، یعنی اون هدف غایی. که در اون هدف غایی ما در حال باید یک نگاه عینی و ملموس از جامعه خودمون داشته باشیم که یک گام به جلو چگونه میشود. ما نمیتونیم یک شب رئیس 100 ساله بریم، این واقعیته، به خاطر اینکه ما در این فرهنگ، در این ساختار ذهنی و عینی داریم زندگی میکنیم. بنابراین میخوام این عرض بکنم که این مقدار این مسائل رو باید یه مقدار عالمانه تر، واقع بینانه تر بهش پرداخت و امیدوارم بپردازید و بحثها علمی تر و عمیق تر شکل بگیر. خانم فومنی، شما فکر میکنید که قدم بعدی چه خواهد بود بعد پس از این؟ آیا این حرکتی که حالا در این مقطع از دید آقای بخارایی هنوز تبدیل به جنبش نشده، آیا فکر می‌کنید حرکت برنامه برای قدم بعدیش داره؟ ببینید حرکت بعدی به نظرم این هستش که این زنها بیشتر بنویسن و این محدود در فضای شبکه‌های اجتماعی اینترنتی باقی نمونه. اینکه پاش باز بشه به رسانه‌ها، حالا چه رسانه‌های فارسی زبان در خارج از کشور و چه مهمتر از اون رسانه‌ها در داخل کشور. اینکه کسانی که به نظر من این زن‌ها دارن کار خودشون رو می‌کنن، قدم‌های بعدی رو کسانی باید بردارن که قدرت دارن و مسئولیت دارن و مسئولیت آموزش رو دارن. من دوباره تاکید می‌کنم بر آموزش، برای اینکه خب حالا توی حتی توی تجاوز هم می‌خواستم بگم توی آزار جنسی آموزش خیلی مهم هستش و از کودکی مهم هستش، از اینکه بچه‌ها، چه دختر بچه‌ها چه پسر بچه‌ها، از وقتی که خیلی کودک هستن بدونن که کسی اجازه نداره بدون خواست و تمایل اونها بدن اونها رو لمس کنه، اونها رو ببوسه، بدونن که بخش خصوصی بدنشون کجا هست. همین آموزش‌های خیلی ابتدایی تا اونجایی که زن‌ها بدونن که وقتی که چیزی رو نمی‌خوان، حتی اگر توی یک رابطه عاشقانه هستن، بگن نه، و مردا بدونن که نه یعنی نه، نه به معنای ناز کردن نیستش، به معنای سبک سنگین کردن نیستش. اینها چیزهایی هستن که باید بله شبکه‌های اجتماعی اینترنتی خیلی مهمه، گفتم تاثیرش رو همین الان هم می‌شدید، ولی اینها واقعا باید یک آموزش عمومی فراگیر باشه که این رابطه قدرت رو عوض بکنه. و رابطه قدرت هم فقط اون رابطه قدرتی که افراد سیاستمداران یا هنرمندان و سلبریتی‌ها دارن نیستش. در هر فضای کوچکی میتونه این روابط قدرت شکل بگیره و زنها رو حتی در همون لحظه‌ای که میدونن این چیزی نیستش که میخوان، اجازه نده بهشون که نه بگن. و من فکر میکنم که زنها دارن کار خودشون رو میکنن، گام بعدی رو باید دیگرانی بردارن که فکر میکنن که این آزارها نباید اتفاق. متشکرم. مریم فومنی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر حوزه زنان، و احمد بخارایی، جامعه شناس.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وارد تهران شده تا با مقام‌های ایرانی درباره همکاری دو طرف صحبت کند. موضوع اصلی سفر رافائل گروسی گرفتن اجازه دسترسی به دو محل مشکوک به داشتن فعالیت هسته‌ای در سال‌های گذشته است. اما ایران می‌گوید بازرسی از آن دو محل مشروط به این است که سوالات و ابهامات درباره فعالیت‌های هسته‌ای گذشته ایران یک بار و برای همیشه تمام شود. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. ایران میزبان رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که ساعتی پیش وارد تهران شد. خط رسمی دولت ایران این است که این سفر ربطی به داستان مکانیزم ماشه ندارد. تلاش آمریکا برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران. اما شاید اهمیت سفر رافائل گروسی به ایران در چیز دیگری باشد که می‌تواند برای ایران ثمر بخش باشد. آژانس می‌خواهد از دو مکان مشکوک بازرسی کند تا ببیند آیا ردپایی از برنامه ساخت سلاح هسته‌ای آنجا پیدا می‌کند یا نه. ایران نگفته که چنین اجازه‌ای نمی‌دهد، اما گفته آژانس برای بازرسی از دو سایت قدیمی نزدیک تهران و شهرزا باید یک بار و برای همیشه پرونده فعالیت‌های گذشته ایران را ببندد. ایران بیش از هر زمان به نظر مثبت آژانس و دولت‌های دیگر احتیاج دارد تا بتواند با فشارهای بی سابقه دولت آمریکا در ماه‌های آخر دور اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ مقابله کند. هم فشارهایی که دولت آمریکا در سازمان ملل برای احیای تحریم‌ها علیه ایران می‌آورد، هم فشارهایی که لزوماً از طرف آمریکا نیستند، ولی به گفته مقامات ایرانی به شکل عملیات خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای نتنز خود را نشان می‌دهد. آژانس چندی قبل از ایران به خاطر ندادن اجازه بازرسی از دو سایت قدیمی انتقاد کرد. ایران نمی‌خواهد این انتقادات باعث شود که فشارهای آمریکا نتیجه بدهد. از طرف دیگر کشورهای دیگری که برجام را امضا کردند نمی‌خواهند ایران بر اثر این فشارها از برجام خارج شود. ایران از برجام خارج نشده، ولی تعهدات خود به برجام را مرحله به مرحله کم کرده تا به طرف‌های اروپایی فشار بیاورد تا از تأثیر تحریم‌های آمریکا کم کنند. کاری که اروپایی‌ها تا حدی انجام دادند، ولی ظاهراً بیش از این نمی‌توانند. مقامات ایران به خبرگزاری رویتر گفتند تا وقتی معلوم نشود که آیا رئیس جمهوری بعدی آمریکا دونالد ترامپ خواهد بود یا جو بایدن، هیچ تصمیم تازه‌ای نخواهند گرفت. سفر امروز رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران شاید راهگشا نباشد، اما اگر با دولت ایران به توافق و تفاهم برسد، حداقل امکان فشارهای بیشتری را با آمریکا نخواهد داد. سیاوش اردلان، بی بی سی. پیش از برنامه گفتگویی داشتم با جرد لان که در زمان باراک اوباما عضو گروه اجرای برجام در وزارت خارجه آمریکا بود. از او پرسیدم آیا ایران به آژانس دسترسی به دو مرکزی که آقای گروسی درخواست کرده را می‌دهد. فکر می‌کنم که آقای دبیر کل گروسی دلیل رفتنش به ایران به واسطه همین بوده که از ایرانی‌ها این دسترسی رو بگیره. بنابراین من متعجب خواهم شد اگر که موفق نشه این کار رو بکنه، برای اینکه اون وقت یک قمار سیاسی بزرگی برای آقای گروسی بوده اگر که در نهایت به نتیجه نرسه. گفته میشه که ایران پیش شرط‌هایی گذاشته برای اینکه این دسترسی رو بده به آژانس. فکر می‌کنید که آیا ممکنه آژانس پیش شرط‌های ایران رو بپذیره؟ اون چیزی که به طور کلی در انظار عمومی گفته شدن اینه که آژانس خواهد پذیرفت که دسترسی داشته باشه در مقابل به این سایت ها، به این دو مرکز، و اون وقت دیگه دست خواهد برداشت از اینکه بره سراغ فعالیت های پیشین ایران، مثلا اون چیزایی که اسرائیلی ها منتشر میکنن، آرشیوی که منتشر کردن. اما من فکر نمی کنم که آژانس چنین شرطی رو بپذیره، برای اینکه اونها وظیفه شون اینه که نگاه کنن به فعالیت های گذشته ایران و تحت پروتکل الحاقی این وظیفه و این مسئولیت رو دارن که به نتایج نهایی برسن راجع به درکی که دارن، اون چیزی که ما میدونیم از فعالیت‌های تأسیسات هسته ایران و اینکه اونها تحت تعهدات ایران قرار میگیرن. بنابراین من اطمینان خاطر دارم که آژانس به صورت حرفه‌ای عمل خواهد کرد و همچنان به سوال‌هایی که باید بپرسه در آینده هم ادامه خواهد داد و خواهد پرسید. مقام های ایران میگن که این سفر ربطی به مکانیسم ماشه نداره. نظر شما چیه؟
خب میکنم از نظر فنی یا تکنیکی بخوایم بگیم بله درسته. مکانیزم ماشه یا اسنپ بک یک چیزی که در شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک بحث میشه، اما از طرف دیگر این هم واقعیتی که دولت ترامپ و وزیر خارجه و آقای پومپئو فشار زیادی آوردن برای اینکه بقایای برجام رو هم نابود کنن. در هر جبهه‌ای تلاش کردن با مکانیزم ماشه در نیویورک و همچنین در شورای حکام آژانس با شکایت‌های مشروعی نسبت به فعالیت‌های ایران و اینکه ایران اجازه دسترسی به بازرسان آژانس رو به بعضی از سایت‌های خودش که خارج از برجام قرار می‌گیرند نداده. بنابراین من فکر می‌کنم که ایران داره حداقل این بخش قضیه رو سعی می‌کنه که روشن کنه این نگرانی که آمریکا و قدرت‌های اروپایی دارن تکرار می‌کنن رو می‌خواد که مسئله رو حل کنه تا اینکه بتونه این رو در واقع احتمال بحث اسنپ بک یا ماشه رو کمتر کنه در نیویورک. پس که دو ماه پیش آقای گروسی اعلام کرد که ایران حدود یک ساله که حاضر به گفتگوی جدی درباره این دو مرکز نیست، فکر می‌کنید علت تعلل ایران چه بوده؟ ایالات متحده خیلی روشن گفته از طریق اطلاعات طبقه بندی شده و گزارش هایی که به موجب اونها میگه که معتقد هستیم که ایران یک برنامه تحقیقی برای استن به سلاح هسته ای داشت حداقل تا سال 2003. من فکر میکنم که فاش کردن این گزارش درست قبل از اجرای شدن برجام و ایران اگر که در این مقطع نخواد که رو راست باشه درباره فعالیت‌هایی که داشته تا سال 2003، اون وقت به طور پیوسته ما شاهد این مشکل خواهیم بود، این تردیدها خواهیم بود. برای اینکه از آژانس انتظار میره که سوال بپرسه درباره فعالیت‌هایی که ایران داشته تا سال 2003. حالا این به این معنی نیست که توافق‌هایی که ایران درباره برنامه فعلیش داشته، درباره برنامه آینده‌اش داشته یا درباره برجام توافق شده، روی برجام که توافق شده، این به معنی نیست که اینها معنادار نخواهد بود و نمیتونن اجرایی بشن. اما معناش اینه که ایرانی‌ها نمیتونن به طور کامل خودشون رو از قید سوءظن جامعه جهانی آزاد کنن تا زمانی که درباره آزمایش‌های هسته‌ای خودشون قبل از اون تاریخ صحبت نکنن. فکر می‌کنید که در سه ماه آینده و پیش از انتخابات آمریکا ایران قدمی برای همکاری بیشتر با آژانس برخواهد داشت، اینکه ممکنه زمان بخره و در انتظار نتیجه انتخابات بمونه؟ انتظار من اینه که آقای گروسی اگر واقعا این اعتماد بالا رو نداشت که به نتیجه میرسه درباره این سوال‌های باقی مونده به ایران سفر نمی‌کرد. بنابراین فکر می‌کنم که از الان تا انتخابات آمریکا من متعجب خواهم شد اگر ایران بخواد بیاد که یک حرکات خیلی تحریک‌آمیز انجام بده. از حالا تا ماه نوامبر اینجا تا اینجا خیلی مواظب بودن که واکنش خیلی شدید نداشته باشن به مسئله برجام، به طوری که برجام رو به طور کامل نابود کنه و او رو به نقطه غیر قابل بازگشت برسونه. من فکر می‌کنم که در همزمان فکر نمی‌کنم از طرف دیگه میشه انتظارم داشت که بخوان خیلی باز برخورد کنن و مذاکره دوباره شروع کنن. سعی خواهند کرد که صبر کنن ببینن که چه کسی برنده انتخابات آمریکا خواهد شد. اما اگر در این از این سفر آقای گروسی خبرهای خوبی بشنویم، حدس من اینه که احتمالاً آخرین خبر در ارتباط با این موضوع خاص خواهد بود در چند ماه آینده تا ببینیم بعد چی میشه. مایک پامپو وزیر خارجه آمریکا در آغاز یک سفر 5 روزه به خاورمیانه آفریقا وارد اسرائیل شد. او در ادامه این سفر به امارات، بحرین و سودان هم خواهد رفت. اخیراً اسرائیل و امارات با میانجیگری آمریکا توافق کردند که روابط عادی داشته باشند. آقای پامپو در آغاز کنفرانس خبریش در کنار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ابراز امیدواری کرد که کشورهای عرب بیشتری به توافق صلح با اسرائیل برسند. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. ورود مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا به اسرائیل آغاز یک تور منطقه‌ای است که با یک هدف کلیدی طراحی شده: بهره برداری حداکثری از توافقی که میان اسرائیل و امارات متحده عربی با ابتکار و میانجیگری واشنگتن به دست آمد، توافقی که برای آقای پومپئو و رئیسش دونالد ترامپ در کاخ سفید
یک دستاورد دیپلماتیک مهم محسوب می شود و او در تلاش است تا نگذارد شور و انرژی به دست آمده از این دستاورد از نفس بیفتد. او می خواهد در فرصتی کوتاه بر ابعاد این دستاورد بیفزاید و آن را به یک پیروزی دیپلماتیک چه بسا بزرگتر تبدیل کند. من بسیار امیدوارم که سایر کشورهای عرب هم به توافق صلح بپیوندند. فرصت به رسمیت شناختن اسرائیل نه تنها به نفع امنیت و ثبات منطقه است، بلکه زندگی شهروندان آن کشورها را هم بهتر می‌کند. از آخرین باری که ملاقات کردیم دو اتفاق عالی افتاده. اول اینکه تو جلوی ایران ایستادی و گزینه ماشه رو برای بازگشت همه تحریم‌ها فعال کردی. من می‌خوام ازت تشکر کنم برای این کار. و موضوع دوم که اینجا اتفاق افتاد و همونقدر از مهمه اینه که اسرائیل و امارات به توافق صلح رسیدند برای عادی سازی کامل روابط. این توافق با میانجیگری رئیس جمهور ترامپ و کمک تو به دست اومد و یک امتیاز عالی برای صلح و امنیت منطقه است. کشور اسرائیل که در دهه‌های نخست بعد از تأسیسش در جنگ‌های متوالی با کشورهای عرب به سر می‌برد، برای نخستین بار در سال 1979 با مصر به یک توافق صلح دست یافت. در واقع مصر اولین کشور عرب بود که اسرائیل را به رسمیت شناخت و با آن روابط دیپلماتیک برقرار کرد. از آن زمان 15 سال طول کشید تا یکی دیگر از کشورهای عرب همسایه اسرائیل به توافق صلح مشابهی با این کشور برسد. اردن در سال 1994 به توافق صلح رسید. و حالا 26 سال بعدتر امارات سومین کشور عرب است که به توافق مشابهی دست پیدا می کند. یک نقطه عطف تاریخی دیگر که امتیاز سیاسیش نصیب کاخ سفید دونالد ترامپ شده. و ظاهراً واشنگتن می‌خواهد این بار نگذارد که دهه‌ها تا توافق صلح چهارم طول بکشد. در حال حاضر سودان و بحرین گزینه‌های جدی بعدی هستند که در روزهای پیش رو میزبان مایک پومپئو هم خواهند بود. علاوه بر این دو، گمانه‌هایی درباره عمان و قطر هم مطرح است. اما به هر حال همه این توافق‌ها دستکم در یک کشور خاورمیانه واکنش مثبتی برنمی‌انگیزد. ایران، کشوری که در 40 سال گذشته زیر سلطه نظامی با ستونهای ایدئولوژیک ضد اسرائیلی به سر برده و در دشمنی با اسرائیل در سطح بین المللی همواره سنگ تمام گذاشته. سودان در میان کشورهایی که به عنوان گزینه جدی بعدی برای به رسمیت شناختن اسرائیل و عادی کردن روابط نامش مطرح است، یکی از گزینه‌هایی است که شایعات درباره عادی سازی روابطش با اسرائیل نزدیک به 2 سال سابقه دارد. ماجرا به زمانی برمیگردد که هنوز عمر البشیر رئیس جمهوری پیشین سودان بر سر کار بود. او 1.5 سال پیش در پی اعتراض‌های مردمی سقوط کرد و حالا حکومت جدید در کنار روابط روبه بهبودش با دنیای غرب گوشه چشمی هم به اسرائیل دارد. بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا، روابط سودان و اسرائیل یکی از دلایل اصلی سفر آقای پومپئو به این کشور است. بحرین، مقصد بعدی وزیر خارجه آمریکا قبل از سفر به امارات، یکی دیگر از گزینه‌هایی است که در گمان زنی‌ها درباره عادی سازی روابط با اسرائیل نامش تکرار می‌شود. آقای پومپئو در سفرش به منامه با ولیعهد بحرین ملاقات خواهد کرد. بحرین با اکثریت جمعیت شیعه که بعضیشان ارتباطات تاریخی و دیرینه‌ای با ایران دارند، در واقع یکی از حساس‌ترین بازیگران منطقه‌ای برای عادی سازی روابط با اسرائیل است. سلمان آل خلیفه. با این حال تنش شدیدی که میان حکومت سنی آل خلیفه و جمهوری اسلامی ایران وجود دارد همچنان بر احتمال چنین تحولی می‌افزاید، تحولی که هم خشم تهران را به دنبال خواهد داشت و هم خوشنودی قابل توجه طیفی از دشمنان بین‌المللی جمهوری اسلامی از تل آویو تا واشنگتن. کیوان حسینی، بی بی سی. سارا هرشهورن، استادیار مطالعات اسرائیل در دانشگاه نورس وسترن شیکاگو از همین شهر با ماست. خانم هرشهورن، خوش آمدید به برنامه. سفر بعدی مایک پومپئو به بحرین خواهد بود. چقدر احتمال میدید که بحرین در حال تدارک یک توافق صلح با اسرائیل باشه؟ من فکر میکنم در حال حاضر همه چی خیلی قطعی نیست، چون از یک طرف امارات متحده عربی رو دیدیم که بیانیه که قرار بود هفته گذشته، اون بیانیه نمادینی که قرار بود در مورد اسرائیل در سازمان ملل برگزار بشه رو لغو کرد،
برای همین من فکر میکنم که بحرین هم داره با دقت وضعیت رو زیر نظر میگیره تا ببینه قضیه با امارات به کجا میکشه، تا ببینه آیا خودش میخواد قدمی برداره یا نه. اما جارد کوشنر، داماد دونالد ترامپ و مشاور نزدیکش، مدت ها هستش که با بحرین داره صحبت میکنه، به اون کشور سفر میکنه، یک کنفرانس اقتصادی سال گذشته با بحرین داشت. برای همین شاید این اتفاق بیفته. بحرین، عمان و سودان جزو کشورهایی‌اند که گمان میره ممکنه در پی صلح با اسرائیل باشن. چقدر کشورهای مهمی هستند؟ سودان با اسرائیل طی سال گذشته گفتگوهای ممتد با اونها داشته و همینطور گفته شد که رئیس موساد هم با مقامات سودانی ملاقاتی داشته. به نظر من سودان و عمان برای اسرائیل مهم هستند به لحاظ نمادین، اما برای اون کشورها مهمتر هست که با اسرائیل قرارداد صلح ببندند تا اینکه اسرائیل با اونها قرارداد صلح ببنده. سودان یک منافع بسیار زیادی رو داره که بتونه روابط نظامی با اسرائیل برقرار بکنه و همینطور از فهرست دیدبان تروریستی آمریکا در بیاد و همینطور سودان هم به خاطر همکاری‌های اقتصادی و نظامی. اهمیت این تحولات دیپلماتیک برای آمریکا چی میتونه باشه؟ من فکر میکنم بحث‌های زیادی در داخل آمریکا وجود داره به خاطر صحبت‌هایی که مایک پومپئو فردا در بیت المقدس انجام خواهد داشت. این ایده که بیت المقدس و اسرائیل و همه اینها به عنوان یک ابزار انتخاباتی داره توسط جمهوری خواهان در زمان کنوانسیون جمهوری خواهان مورد استفاده قرار میگیره، یک ذره سوال برانگیز شده. برای همین من فکر میکنم که بحث‌ها و صحبت‌های زیادی هست که اسرائیل تا چه حد نقش برجسته‌ای رو در کارزارهای انتخاباتی جمهوری خواهان ایفا خواهد کرد و تا چه حد در این فضای حزبی سیاسی آمریکا اسرائیل نقش زیادی رو ایفا خواهد کرد، چون قبلا اسرائیل نقشش رابطه خوب با هر دو تا حزب بود. مایک پومپئو در کنفرانس امروزش اعلام کرد که آمریکا کماکان بر برتری تسلیحاتی اسرائیل در منطقه تاکید خواهد کرد، ضمن اینکه شنیدیم اسرائیل مخالف فروش جنگنده‌های F-35 به امارات متحده است. چنین پافشاری چقدر میتونه تأثیر بذاره به تمایل دیگر کشورها برای توافق با اسرائیل؟ من فکر میکنم همه اینها بستگی به نتیجه سفر مایک پومپئو به منطقه و انعقاد این قرارداد بین امارات و اسرائیل داره. همونطور که میدونین بنیامین نتانیاهو به شدت مخالف فروش این جنگنده‌ها به امارات هست و حتی گفته و ادعا کرده که او رو در جریان این بخش از این توافق قرار ندادن وقتی هفته گذشته انعقاد این توافق اعلام شد. برای همین اگر مایک پومپئو بتونه اندکی بنیامین نتانیاهو رو آسوده خاطر بکنه و این جنگنده‌ها رو بفروشه به امارات متحده عربی، اگه نتونه این کارو بکنه کشورهای دیگه هم زیاد اعتماد نخواهند کرد که آمریکا بتونه نقش واسطه‌ای رو در انعقاد این توافق‌های صلح ایجاد و ایفا بکنه. متشکرم سارا هرشون، استادیار مطالعات اسرائیلی در دانشگاه نورث وسترن شیکاگو. اما افشار سلیمانی، سفیر سابق ایران در جمهوری آذربایجان و تحلیلگر سیاست منطقه ایران از شهر آستارا با ماست. آقای سلیمانی، به نظر میاد که کشورهای دیگه‌ای در منطقه آماده توافق با اسرائیل هستند. فکر می‌کنید که این توافق‌ها اگر که عملی بشه میتونه باعث نگرانی جمهوری اسلامی بشه؟ سلام عرض بکنم خدمت شما و بینندگان عزیزتون. به هر حال ببینید، بحث روابطی که امارات با اسرائیل میخواد برقرار بکنه، هرچند به هر حال یه مناسباتی از سالها پیش داشتن، حالا میخوان رسمیت ببخشن، بیشتر بستگی به نظر من به کیفیت مناسبات این دو داره. درسته جمهوری اسلامی ایران از اینکه این اتفاق افتاده ناخرسند هست و طبیعتا موضع‌گیری کرده، اما من به نظرم میرسه که اگر کیفیت مناسبات
در واقع امارات و اسرائیل به گونه ای باشد که تهدیدی برای ایران محسوب بشه و علائمی از این تهدید مشاهده بشه، خب طبیعتاً ایران میتونه واکنش هایی رو نشون بده، ولی من بعید میدونم که این اتفاق بیفته. یعنی امارات خودش میداند، امارات کشور کوچکی در منطقه هست و با توجه به فشارهایی که حالا امریکا آورده، اسرائیل آورده، یک برنامه های پشت پرده انجام دادن که عرض کنم خدمت شما این مسئله رو تنظیم کردن، اما او امارات به سمتی نخواهد رفت که تهدیدی امنیتی یا مشکلی برای ایران از اونجا پیش بیاد. ضمن اینکه برقراری روابط با این همه مسائلی که در حاشیه هست به این گونه نیست که فوری مثلا در چند روز، چند ماه یا یه سال یا دو سال فوری به نتیجه برسه. بیشتر آقای ترامپ تلاش میکنه که تا انتخابات، چون بهره برداری انتخاباتی میخواد بکنه از این، حتی آقای نتانیاهو برای انحراف افکار عمومی و مشکلاتی که در داخل اسرائیل داره به این سمت اومده از این میخوان استفاده بکنن. به نظر میرسه که بیشتر حالت شعاری داره تا اینکه اگر کشورهای دیگر بپیوندن چی آقای سلیمانی، اگر که اونطوری که پیش بینی میشه بحرین، عمان و سودان هم توافق بکنن با اسرائیل؟ ببینید این کشورها طبیعتاً به این به نظر میرسه که به این زودی عجله نخواهند کرد برای اینکه بپیوندن به این موضوع، به خاطر اینکه اولا باید کم و کیف مناسبات امارات و اسرائیل رو ببینن، به ویژه که همونطوری که مهمان شما هم اشاره کردن، شما هم اشاره کردید در رابطه با بحث فروش هواپیمای جنگنده F-35 به امارات که آمریکا میخواد این کارو بکنه و اسرائیل ناراضیه، نتانیاهو ناراضی هست، بنابراین این جور مسائل ممکنه پیش بیاد و این مسئله رو در واقع به طول بیانجامه. لذا به نظر میرسه که این اتفاق اولا دیر خواهد افتاد اگرم بیفته، و در این مدت اتفاقات دیگری هم در منطقه میتونه بیفته، در آمریکا میتونه بیفته، بحث انتخابات هست، ممکن آقای جو بایدن رئیس جمهور بشه و اساسا این مسائل در واقع در یک مسیر دیگری در واقع خودش رو ببره جلو. آقای سلیمانی، میدونیم که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی تمایل داره به ارتباط با اسرائیل، الان امارات بهش پیوسته و میدونیم که بسیاری از این کشورها در منطقه ایران رو دشمن خودشون میدونند. در شرایطی که کشورهای عرب دارن میپذیرن موجودیت اسرائیل رو، پافشاری ایران و مشخصا جمهوری اسلامی برای این دشمنی چیه؟ خب ببینید، جمهوری اسلامی به هر حال به عنوان اینکه یکی از مسائل محوری انقلاب اسلامی از بعد و شروع و بعد از پیروزی و تأسیس جمهوری اسلامی ایران و حتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حمایت از مسلمانان و مستضعفان تا یه چند تا اصل قانون اساسی بهش اشاره شده و در این مدت در طول 42 سال گذشته ایران تلاش کرده که به هر حال از مسلمان ها به ویژه از فلسطینی ها، از لبنانی ها و دیگران حمایت بکنه. این رو به عنوان یک وظیفه خودش در واقع تلقی میکنه. لذا مشکل اساسی به نظر من حالا اینه که خب اون طرف هم به هر حال خودشون هم به توافق نرسیدن که مثلا مشکلشون رو حل نکردن که مثلا در واقع ایران اساسا نیازی نباشه این مسائل رو در واقع پیش بیاره. یعنی شما میبینید که خود اسرائیل با فلسطینی ها با مشکل مواجه شده، بارها مذاکره کردن، سند امضا کردن، حالا ضمن اینکه خود فلسطینی ها هم با هم مسئله دارن، اینم بماند تلاش کردن به یه جایی نرسیده. آخرین بارم که آقای ترامپ اومده، آقای نتانیاهو تمام اون توافقات قبلی رو زیر پا گذاشتن، به مسیر دیگری رفتن، معامله قرن و این مسائل، یا در لبنان اون مسائل. ببینید به نظر من اگر اونا خودشون مشکلشون رو میتونستن حل بکنن، اساسا نیازی به این مسائل نبود که خب تنش. آیا ایران تونسته آیا ایران با پافشاری بر این دشمنی تونسته مشکلشون رو حل کنه؟ خب ایران نتونسته حل بکنه. ایران خب یک کشوره، ولی اونایی که خب امریکا که این همه ادعاش میشه، خب اسرائیل که این همه ادعاش میشه، خب اینا خب خودشون مشکل اسرائیله. اسرائیل در واقع خاک فلسطین رو اشغال کرده و لبنان حمله کرده، بعدش بیرون کردن، نمیدونم اینا نتونستن خودشون مشکل حل کنن. خب ایران هم بنا به درخواستایی که از اون ور شده، خب به هر حال ایران که لشکر نبرده که داخل فلسطین یا داخل لبنان، اونا خودشون خواستن، ایران هم کمکشون کرده. متشکرم. افشار سلیمانی، سفیر سابق ایران در جمهوری آذربایجان. روند نزولی بازار سهام ایران که از 15 روز پیش شروع شده امروز هم ادامه پیدا کرد و شاخص کل بورس تهران حدود 3% کاهش یافت. با وجود این افت، شاخص طی یک سال حدود 6 برابر شده.
ولی چرا آنقدر بالا رفت و دلیل پایین آمدنش در هفته های اخیر چیست؟ گزارش بهرنگ تاجرین رو ببینید با این یادآوری که برای خرید و فروش سهام به اطلاعات این گزارش اتکا نکنید و حتما از مشاوران مالی صاحب صلاحیت مشورت بگیرید. وضعیت بورس تهران همچنان قرمز است. از دو هفته پیش قیمت سهام اکثر شرکت‌ها دارد پایین می‌آید و شاخص را هم با خود به پایین می‌کشد. شاخص کل بورس تهران امروز 53,000 واحد دیگر افت کرد و در مرز 1,600,000 واحد قرار گرفت. بیش از 450,000 واحد کمتر از اوج 15 روز پیش آن. برای فهمیدن دلیل افت شاخص بورس باید دید چرا قیمت سهام در یک سال گذشته به این سرعت بالا رفت. همونطور که میدونیم از 10 سال پیش تا الان بزرگترین جهش بورس در همین یک سال اخیر اتفاق افتاده. دلیلش هم این هست که خب دارایی‌های شرکت‌هایی که در بورس بودن طبق تورمی که توی این 10 سال گذشته بوده اونقدر افزایش پیدا نکرده بودن. حالا این امر باعث شد که در یک سال گذشته افزایش شدید رو داشته باشیم و من فکر می‌کنم که ارزش دارایی‌های بورس تقریبا خودش رو تونسته بعد از 10 سال تعدیل بکنه با تورمی که در این 10 سال بوده و خودش رو بتونه تعدیل بکنه با ارزش دارایی‌های دیگه. در کنار این افزایش قابل توجه اختلاف سود سپرده‌های بانکی با میزان تورم باعث شد که بسیاری سرمایه‌هایشان را از بانک‌ها بیرون بیاورند و ریسک سرمایه‌گذاری در بورس را بپذیرند. این هجوم سرمایه‌ها به بورس به رشد قیمت‌ها کمک کرد. روند صعودی سریع نرخ ارز هم به بالا رفتن درآمد و در نتیجه قیمت سهام شرکت‌هایی کمک کرد که محصولاتشان را صادر می‌کنند. قیمت دلار در بازار تهران از پاییز پارسال رو به افزایش گذاشت و از 11,000 تومان حتی به بیش از 25,000 تومان هم رسید. ولی با توقف این روند در یک ماه اخیر روند صعودی قیمت سهام صادرکنندگان هم کم و بیش متوقف شده. یک دلیل دیگر سقوط شاخص ممکن است اختلاف وزارت نفت با وزارت اقتصاد باشد. اختلافی که باعث شده عرضه صندوق دارا دوم که سهام دولت در چند شرکت پالایشی است به تعویق بیفتد. اتفاقی که به بدبینی سهامداران منجر شد. سیاستگزار اول می‌خواستش این دارایی‌های خودش رو عرضه بکنه ولی یه مقداری زد و نقیز عمل کرد و گفتش نمی‌کنه و بعد از 2 هفته مجدداً گفت این کارو می‌کنه. خب به دلیل این عدم اطمینانی که به وجود میاد در بازار اون سرمایه‌گذارانی که سرمایه‌گذاران فردی نه سرمایه‌گذاران حقوقی، خب اون سرمایه‌گذاران حقیقی خیلی سریع میان ریسک پذیری خودشون رو کاهش میدن و سرمایه خودشون رو از بازار میارن بیرون. برای همین ما شاهد افت شدید 20% شاخص سهام تهران در این 2 هفته اخیر. همانطور که سیاست‌های دولت و بانک مرکزی بر صعود و سقوط ارزش سهام تأثیر گذاشته، تصمیم‌های بعدی این سیاست‌گذاران هم نقشی تعیین کننده در آینده بازار بورس دارد. که اگر سیاست‌گذار بیاد نرخ بهره بانکی رو افزایش بده که یک سرمایه‌گذاری کم ریسک است، خب از اون طرف دیگه هم میاد تقاضا برای سرمایه‌گذاری در بورس تهران کم میشه. و همچنین اگر بیاد سیاست‌های خودش رو با قطعیت کامل‌تری در این بازار مالی و بازار سرمایه ایران انجام بده، خب سرمایه‌گذار با اطمینان بیشتری هم در بازار سرمایه و بازار بورس تهران اقدام به سرمایه‌گذاری خواهد کرد. بازار سهام در هر کشور و اقتصادی بازاری پر ریسک است و نوسان‌های کوتاه مدت در ذات آن است. شرایط نچندان پایدار سیاسی و اقتصادی ایران در کنار نقش پررنگ دولت باعث می شود بورس در ایران مخصوصاً برای سهامداران کم تجربه و موقتی پر ریسک تر هم بشود. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. دقیقاً 71 روز مانده تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا.
امروز گردهمایی حزب جمهوری‌خواه آمریکا در آستانه انتخابات شروع میشه. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی یک بار دیگر نامزدی این حزب را رسما بپذیرد تا در انتخابات اواسط پاییز با جو بایدن نامزد حزب دموکرات رقابت کند. مهنوش پورزیایی نگاهی کرده به شخصیت و زندگی این میلیاردر آمریکایی پیش از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری گذشته. I wonder what Trump's game is this time. Trump's got a new game. Trump's got a new deal. What? چهار ده هست که توانسته مرکز توجه رسانه ها باشد. My new game is Trump, the game. و هر بار ورقه تازه ای رو میکنه. I think you'll like it. با وام 1,000,000 دلاری پدرش در دهه 70 وارد بازار ساخت و ساز نیویورک شد. وامی که به زعم او در مقایسه با ساخت و سازهایش در 4 دهه گذشته ناچیز است. برج ترامپ، هتل ترامپ، کازینو ترامپ، پلازا ترامپ، حتی خط هوایی و دانشگاه ترامپ که عمرشان کوتاه بود. دونالد ترامپ توانست کم و بیش ظرف 1 دهه سرمایه گذاری و ساخت و ساز تجاری و جنجال آفرینی های خبری از قلب بیرحم اقتصاد جهان راه خود را به حلقه ستاره ها، بانکداران و میلیاردرها باز کند. اما هرچه که در این 4 دهه تغییر کرده باشد، موتور محرک و سبک و سیاق دونالد ترامپ همان است که بود. مردی به دنبال شهرت و ثروت که شیفته پیروزی است و از هر کانون توجهی سهم می‌خواهد. چه سریال‌های پرطرفدار تلویزیونی باشد و چه مراسم جوایز امی. او در همه این سال‌ها همیشه گفته نفع جنجال را بیشتر از ضررش می‌داند. حتی اینجا در روز اول افتتاح پرسر و صدای کازینوی تاج محل که با رسوایی اخلاقی و جدایی از همسر اولش همراه شده بود. طلاق چیز بدیه، چیزی نیست که کسی از تجربهش خوشحال بشه، اما خودت شاهد بودی امروز و از اینجا چطور بود. واقعا باید فکر کرد که بدون اون سر و صداها چند نفر از این مردم اینجا می اومدن. 4 دهه زبردستی دونالد ترامپ در ماندگار کردن نام و برندش در رسانه ها و افکار عمومی با همین نگاه پیوند خورده. باید می دیدینش. نمیدونم چی گفتم. با خودشون مواد مخدر و جنایت میارن، تجاوز میکنن. میخواستم با مشت بزنم توی صورتش، باور کنید. او با زبانی تیز و بی‌اعتنا به نرم‌های اجتماعی به رقبایش رحم نمیکند و متبحرانه از طوفان‌ها و جنجال‌های رسانه‌ای میگذرد. حتی اگر بر سر افشای پرداخت حق و سکوت به یک هنرپیشه فیلم‌های پورن یا لاف زدن او از دست مالی کردن زنان باشد. دونالد ترامپ از دهه 80 چند بار از احتمال ورود به رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری صحبت کرده. سال 2000 بالاخره برای اولین بار به عنوان نامزد حزبی کوچک برای مدتی کوتاه وارد رقابت‌های انتخاباتی شد. میلیاردری که همیشه راهی برای مطرح شدن در نشریات و رسانه‌های نیویورک پیدا می‌کرد، از سال 2013 حساب توییتریش را به رسانه قدرتمند و شخصی تبدیل کرد. توییت‌های او با حروف درشت دقیقاً مطابق سبک تیترزنی نشریات عامه‌پسند بلندگویی شد که بتواند از طریق آن پایگاه قدرتمند از حامیانش بسازد. حامیانی که در غیاب هر گونه حمایت حزبی یا رسانه‌ای جدی او را با رأی خود به نامزد رسمی حزب جمهوری خواه تبدیل کردند و نهایتاً به کاخ سفید رساندند. جایی که دونالد ترامپ به همه کسانی که مسخرش می‌کردند نشان داد در نهایت اوست که از همه این جنجال‌ها برنده بیرون آمده است. موشه فرزیهی، بی بی سی، واشنگتن. برندون تارنت 29 ساله عامل حمله به مساجد نیوزیلند گفته میخواسته به یک مسجد دیگر هم حمله کند. او تنها کسی است که احتمال دارد در نیوزیلند حکم حبس ابد بدون امکان عفو آزادی بگیرد. در حمله به 2 مسجد در شهر کرایست چرچ در حدود 1.5 سال پیش 51 نفر کشته شدند. در جلسه دادگاه او با دوستان و بستگان قربانیانش هم روبرو شد. فرهام قبادی گزارش می‌دهد. دادگاه مردی که 51 مسلمان را در حمله به مساجد نیوزیلند کشت. و چهره آرام و بی احساس برنتون ترنت 29 ساله
در برابر گفته‌های قربانیان و خانواده‌هایشان. آرامشی که ظاهراً نمک بر زخم داغداران پاشیده. مادر عطا علیان، دروازه‌بان تیم ملی فوتبال داخل سالن نیوزیلند که پسرش را در این حمله از دست داده، اشد مجازات را برایش درخواست کرد. من نمیتونم تو رو ببخشم. تو به خودت اجازه دادی که جون 51 آدم بیگناه رو بگیری. تنها گناهشون از نگاه تو مسلمون بودنشون بود. تو 49 نفر رو مجروح کردی. رویاهای آدمهای معصوم زیادی رو ویران کردی. 32 زن و 2 مرد رو بیوه کردی و 51 کودک زیر 18 سال رو یتیم کردی. عطا رفته اما یادش هست. اون همیشه نور زندگی ما خواهد بود. و ما با میراثش هر روز زندگی میکنیم. آقای ترنت به برتری نژادی سفید پوستان معتقد است و مهاجران را مهاجمانی می‌داند که به سرزمینش حمله کردند. دادستان می‌گوید هدف او از حمله به مساجد کاهش میزان مهاجرت به سرزمین اروپایی‌ها بوده. او گفته که انگیزه حملات اعتقادات ایدئولوژیکش بوده و قصد داشته ترس ایجاد کند برای کسانی که او مهاجم توصیف می‌کند، یعنی برای مسلمانان و کلاً مهاجران غیر اروپایی. او همچنین پذیرفته که قبل از حمله به مساجد کرایست چرچ برای حمله به مساجد دیگری هم در نیوزلند برنامه ریزی کرده بوده. دادستان میگوید او سالها روی نقشه حملهش به مساجد شهر کرایست چرچ کار کرده. مطالعه نقشه مساجد، درب خروج برای کشتن کسانی که فرار میکنند و پیدا کردن شلوغترین زمان برای به گفته خودش کشتن بیشترین تعداد. ماها قبل از حمله با پرواز پهباد روی مسجد نور هدف اولش را بررسی کرده. یک سال و نیم پیش و در روز حمله با دوربینی که به خودش نصب کرده بود کشتار را به صورت زنده در فیسبوک پخش کرد. کشتار با اسلحه نیمه خودکار در حمله به دو مسجد و در راه رفتن به سومین مسجد دستگیر شد. پس از دستگیری به پلیس گفت برنامه‌اش این بود که مساجد را بعد از حمله آتش بزند و ابراز ناراحتی کرد که فرصت نشده. در آن زمان جاسیندا آردرن نخست وزیر نیوزیلند روز حمله را سیاه‌ترین روز این کشور نامید. این اتفاق اما منجر به ممنوعیت همه سلاح‌های نیمه خودکار و تفنگ‌های جنگی در این کشور شد. آقای ترنت احتمالاً اولین کسی خواهد بود که در نیوزیلند به حبس ابد محکوم خواهد شد، بدون امکان عفو و آزادی. حکمی که دادگاه هفته آینده اعلام می‌کند. جانهای از دست رفته بر نمی گردد، اما این مجازات شاید مرهمی بر دل خانواده های قربانیان بگذارد. پرهام قبادی، بی بی سی. به پایان این 60 دقیقه رسیدیم. میتونید این برنامه و برنامه های قبلی ما رو در وبسایت بی بی سی فارسی و یوتیوب تماشا بکنید. ممنون از همراهی شما. مراقب هم باشید.